سه تن از برندگان جایزه نوبل از آمریکا طی نامه‌های جداگانه‌ای به هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با تأکید بر حکم دادگاه استیناف فدرال آمریکا از وی خواستند نام سازمان مجاهدین خلق ایران را از لیست سازمان‌های تروریستی حذف کند. پروفسور ریچارد رابرتس و پروفسور گونتر بلوبل برندگان جایزه پزشکی و پروفسور جان ماتر برنده جایزه فیزیک نوبل از برجسته‌ترین دانشمندان آمریکا در نامه‌های خود عوارض مخرب برچسب ظالمانه تروریستی و مخاطراتی را که متوجه اشرف است برشمرده و بر لزوم حفاظت مجاهدان اشرف توسط نیروهای آمریکایی تأکید کردند. به بخش هایی از این نامه ها توجه فرمایید. سر ریچارد رابرتس دکترا از آمریکا و انگلستان، محقق ارشد علمی در لابراتوار بیولب نیو انگلند و برنده جایزه نوبل پزشکی در فیزیولوژی و پزشکی در نامه خود می نویسد: خانم وزیر، در 16 ژوئیه دادگاه استیناف فدرال در واشنگتن حکمش را صادر و اعلام کرد. خودداری وزیر خارجه وقت کاندولیزا رایس از خارج کردن نام سازمان مجاهدین از لیست تروریستی وزارت خارجه نقض ترتیبات قانونی بود است. دادگاه با ارجاع پرونده از شما خواست آن تصمیم را بازبینی نمایید. من همچنین خبردار شدم که قطعنامه 1431 از سوی نمایندگان کنگره ارائه شده و از شما می‌خواهد نام مجاهدین را از لیست خارج نمایید. متأسفانه رژیم آخوندی حاکم بر ایران با سوء استفاده از این نامگذاری جنایات وحشیانه خود را علیه مخالفان ایرانی چه در داخل ایران و چه در خارج توجیه می‌کند. تروریست خواندن جنبش اصلی اپوزیسیون ایران پیام اشتباهی به آخوندهای حاکم بر ایران فرستاده و علیه خواست میلیون‌ها ایرانی است که برای دستیابی به دموکراسی و آزادی در کشورشان به پا خواستند. امیدوارم شما این پرونده را بازبینی نموده و به مقامات وزارت خارجه دستور دهید نام سازمان مجاهدین را از لیست سیاه خارج کنند. در نامه پروفسور گونتر بلوبل، پروفسور ارشد دانشگاه راکفلر، محقق انستیتوی پزشکی هوارد هیوز و برنده جایزه نوبل پزشکی بعد از اشاره به رأی دادگاه استیناف آمریکا آمده است. این همواره سؤال من بوده است که چگونه حکومتی مانند رژیم ایران بانکدار مرکزی تروریسم است ولی اپوزیسیون اصلی آن به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه بندی می شود. دادگاه این پرونده را برای بازنگری به شما ارجاع داده است، چرا که تصمیم وزیر خارجه وقت کاندولیزا رایس برای نگه داشتن نام مجاهدین در لیست نقض ترتیبات صحیح قانونی و فاقد هر گونه مدارک و شواهد بوده است. بر این اساس من فکر می‌کنم زمان آن فرا رسیده است که نام سازمان مجاهدین از لیست تروریستی حذف شود. اتحادیه اروپا و انگلستان طی سال‌های اخیر همین کار را کردند. اصرار بر روی حفظ نام یک مقاومت مشروع در لیست تروریستی به خاطر دلایل سیاسی اقدامی علیه خواستهای ما و خواستهای مردم ایران جهت دستیابی به دموکراسی در کشورشان است. من از شما می خواهم این موضوع را مورد بازنگری قرار داده و یک مانع بزرگ را از سر راه مردم ایران به سوی آزادی بردارید. پروفسور جان ماتر برنده جایزه نوبل فیزیک خطاب به وزیر خارجه آمریکا می نویسد: به عنوان یک برنده جایزه نوبل فیزیک در سال 2006، این نامه را در رابطه با مقاومت ایران در اشرف می نویسم. به نظر می رسد که وضعیت پرمخاطر است. دولت عراق و رژیم حاکم در تهران علیه آنها هستند.
آنها باید توسط ایالات متحده حفاظت شوند. آنها به طور موفقی در دادگاه استیناف واشنگتن در 16 ژوئیه علیه این برچسب جنگیدند. اتحادیه اروپا و دادگاه انگلستان هم آنها را از لیست سازمان‌های ممنوعه حذف کردند. من فکر می‌کنم که باید حفاظت ساکنان اشرف را تضمین کنیم و با سازمان مجاهدین خلق ایران در ارتباط با آینده ایران وارد گفتگو شویم.